مراد ببین پسرم. خواهش میکنم مامان بزرگ، نمیخوام چیزی بگم که تو رو ناراحت کنم، لطفا. این پیش من مونده. اون چیه؟ کارت شناسایی حیات، لازمش میشه ببر بهش بده. مامان بزرگ داری عمدن این کارو میکنی؟ نمیبینی من چقدر ناراحتم؟ منم به خاطر همین این کارو میکنم. باید بری تمومش کنی، وگرنه این درد جور دیگه ای تموم نمیشه. بگیر اینو، بگیر ببر، خواستی بنداز دور، خواستیم بده به صاحبش. دخترم عزیزم، بابا داره اونجا جون میکنه، شبا تو کشتی میخوابه. چرا؟ تا شما با شرف زندگی کنین، تا شما که با کسی نداشته باشین. اما تو چه کار کردی؟ از فامیلیت خجالت کشیدی رفتی فامیلی یکی دیگر رو دزدیدی؟ بابا بزرگ، من کاری نکردم باعث خجالت شما بشم، کاری نکردم بابام سرشو پایین بگیره. فقط مرادو خیلی دوست داشتم، نتونستم بهش واقعیتو بگم. بس دیگه، کافیه دیگه، باشه. بابا اگه میخوای عصبانی بشی از دست من عصبانی شو، من به عنوان مادر کم کاری کردم. تو که اصلا کار تمومه، تو اصلا دهنت باز نکن. این بچه جوون جاهله، تو چه کار کردی؟ شرک جرم دروغگویی شدی، نتونی از دختر بچه مراقبت کنی. واقعا برات متاسفم. تموم شد، تا همینجا بود. وسایلتونو جمع کنی، فردا صبح زود برمیگردیم. ای بابا، بابا بزرگ گفت فردا میری. خدای خیلی بد شد، الان چی کار کنیم ایپک؟ حیات، حیات باید یه نقشه خیلی خوب بکشی. باید یه راهی پیدا کنیم که بابا بزرگو قانع کنیم. حیات حرف بزن دیگه، نکنه میخوای بری ها؟ نیاز دارم یکم بخوابم. مراد، نمیخوای بهم سلام بدی؟ میدونی چند ساعت اینجا منتظر بودم. برای چی منتظری کردم؟ نکنه میخوای بیای تو؟ آره؟ این کار رو نکن رفیق، ما با هم داداشی. چه داداشی؟ تو منو فروختی، این بود اون مردونگی؟ تاره این همه سال با هم بودیم، حقم این بود؟ ها؟ حق من این بود که این کار با هم کردی؟ من میخواستم بگم، گفتم به مراد بگیم و این ازش مخفی نکنیم. کافیه، چیزی نگو، برو خونت استراحت کن، فردا کلی کار داری. کار داری؟ آره، نگران نباش، کارتو از دست نمیدی. خوشحال شدم، آخه خیلی به این کار نیاز دارم. شب بخیر مراد خان.
تو رو گول زده، حتی جوری گولت زده که عاشقشم شدی.